بابه تو غلام ایران بود. بابه تو عناصر دست نشانده ایران در افغانستان بود. من نگفتم. غیرت داری؟ اگر غیرت داری در پیشانی این نفر اونم استیکر را که در پیشانی مزده بودی بزن و بعد از او بگو که این نفر گفته و جمیل رفرنس آورده. اینال اجازه بده گفتی سیغه میکنم مذرد بخوای با دیگه گپایت بزن اجازه بده مذرد بخوای بله غیرت جمیل قادری لینگ جمیل قادری رو چرا محکم گرفتی؟ اگر واقعا کسی که طرفدار عبدالعلی مزاری خودم میگیره اگر با شورای نزار دوستی کرد منافق است، بی غیرت است، بی ناموس است. ببینید که چی گفته بابتانه. ما گفتیم اشتباه نیست که ما وقت از اهل تسنن نمیخوانم بیایم توهین تحقیر بکنم، بزرگایش با قائلش بتازم. وقت افغانستان اینمیز اهل تشیع و اهل تسنن، سیک ها، اسماعیلیه و کسایی شاید اصلا دین نداشته باشن، در کجای اسلام، در کجای دین بر ما اعتقاد ای باور داده، ای تصمیم گیری داده که هر کس بدونه که از عقایدش باورهایش بفهمیم توهین اختاز بکنیم. اگر تو امروز میای آقای محقق، آقای مزاری درست است یک سیاستمدار بودن، ولی به عنوان یک سیاستمدار در افغانستان مثل تمام سیاستمدارهای اقوام قابل نقد است، قابل پرسش است، ولی به مذهب، به عقاید، به باورهای آنها تاختاز کردن به معنای است که ما تاختاز به عقاید و باورهای میلیون ها انسان از هموطنهای خود میکنیم. تو وقت آقای مزاری را نقد نمیکنی، میای توهین مذهبی میکنی، اصلا معنا را نمیفهمی، این می خودش دامن زدن نیست بچه. حاجی صاحب خیر دی. اجازه بده که مرفق جان. دقیقا علی جان هم خبر امیگا پای تا کوتاه بساز لالا دقیقا بخواب امیر امیر خواهد بهم میکنم دقیقا خلاصه بزن. این همین مسائل هست ما شما داریم در افغانستان. عقاید و باورهای مذهبی در افغانستان بسیار محترم است، بسیار مهم است. اگر بیایم تاختاز بکنیم بدون معلومات یک لایو هم میگیریم که بیایم عوض یک دو نفر فهمیدش بالا بکنیم، توهین تاختاز میکنیم، این کار اشتباه و این پالیسی نیست. و خود اگر سفیر هستی شما رو کی سفیر انتخاب کرد؟ آقای قادری؟ آیا مردم افغانستان سفیر انتخاب کردن؟ نه خیر. این همین جس مشکل باز های پالیسی طالبا امیز که بیاییم به مذاهب و اعتقادات مردم تاختاز بکنیم. وقتی که گپایت خلاص شد بگوینه بیخی خلاص شد خیر من حرف ما جمع بکنم. آه باز ما شروع میکنم درست باش که من حرف ما جمع بکنم. اگر آقای مزاری دعوا بزنی بدونی که نقدش بکنی قطعا بچه های هزاران تاختاز میکنه به بزرگای طالبا و از خاطر تو دلیل میشه که حتی ملا عمر دعوا دشنام بخوره و حتی بزرگای پشتون داودش نام بخوره. تو چون میای از یک آدرس تریبون قومی صحبت میکنی. اینی مسائل ما شما اگر رعایت بکنیم بیایم بزرگای خود نقد بکنیم، بزرگای خود مورد سوال قرار بدیم، ولی بدون از اینکه توهین به عقاید باورهای مذهبیش بکنیم به قومش بکنیم تا این مشکلات ما حل شوه. اگر خودی کارو میکنی قطعا اگر آقای شاهین میگه که ایشان آقای قادری نماینده یا رئیس سفیر رسمی طالبان در اروپا است، وقت ما میتونیم باز گپ بزنیم. در غیر آقای شاهین میتونه حرف بزنه. تشکر علی جان قند. تشکر از گپایت. قبل از این قادری صاحب گپ بزنند، علی تو هم یک مهمان هستی پیش ما، فعلا تو حق نداره که تعیین بکنی که کی گپ بزنه، کی را قبول میکنی کی نمیکنی. در قدم اول سلام بر خودت، عید خودت مبارک. در قدم دوم موضوع اهل تشیع یاد شد اینجا. علی جان قند از آدرس اهل تشیع که گپ میزنی ما میجه شیشته هستم، تو خود غرب هستی، مدام داخل خود افغانستان شیشته هستم. خب از آدرس ازاره اگر گپ میزنی هم تو را کس اجازه نمیده. از آدرس ازاره تو اگر گپ بزنی تو را ازاره نمیمونه که تو از آدرس گپ بزنی. در افغانستان خیلی اقوام است و خیلی مذاهب است. اینجا از آدرس اهل تشیع گپ نزن. اگر ما قدرم به غیرت نیستیم که اگر یک کسی بیا بر اهل تشیع بتازه و ما کدش رفاقت و دوستی و دست برادری را داده باشیم. برادر قند ما لایفای جمیل قادری را دم دو شب اخیر با وجهی که در افغانستان بودم از اینترنت بسیار ضعیف ما میدیدم، از اینترنت بسیار ضعیف که نیمه نیم کلام میدیدم ولی میدیدم. سایکو علی عزیز، من به چشی مذهب مخالف سیغه و سیغه زاده ها هستم. بیادر قند دست هر کسی خلاص و هر کسی که در آدرس کوبیدن سیغه و سیغه زاده لایف میگیره بلنگو باشه، مایکو باشه و بلنگوش مستم. من مخالف سیغه و سیغه زاده هستم. یک دوم دیگه گپایی که ربط به جمیل داشت خودش میفهمه، قادری صاحب خودش میفهمه و باز هم از آدرس خود یک بچه سادات که شاید صدها سادات مخالفم باشه، از آدرس یک بچه سادات واضح و تصویری در حضور داشته 260-280 نفر میگم من انتخاب کردم به صفت سفیر سال
ما رای دادیم به صفت سفیر صلح. مثل ما آره، مثل ما آره. هزاران ویدیوی تصویری در سوشال میدیا است، هزاران ویدیوی تصویری در سوشال میدیا است که نمی جوان سفیر صلح انتخاب کرده. سفیر صلح قرار نیست که در یک دفتر کار بکنی. سفیر اینمی رقمی که تو از آدرس یک ازاره و از آدرس شیعه مذهب میای گپ میزنی که هیچ کس قبولت نداره، نه با آدرس ازاره کسی قبولت داره نه با آدرس شیعه مذهب. اینمی رقم، اینمی جوان ما انتخاب کرده، مثل ما آره. صدها ما برات شرط میبندم که بیشتر از 20 تا دختر خانم خواهر ازاره برای نمی جوان تصویر به تصویر آمده گفته که جمیل جان قم تو سفیر صلح هستی. بیشتر از 20 تا مادر پشتون، بیشتر از 20 تا مادر تاجک برای نمی جان. ما فیلم شدیدیم، ما ویدیو شدیدیم، ما دیدیم که در برنامه های چه رقم خانم ها اشتراک میکنن. هیچ وقت برای خود نباید اجازه را بدیم که اگر اینجا اینی رقم هستی گپ بزن، اگر نیستی مثل ازی که یک نفر بگو یا که نماینده تو، اگر نماینده طالب هستی گپ بزن، اگر نیستی گپ نزن. برادر قند، در دموکراسی زندگی میکنی، در غرب زندگی میکنی، اینمی دموکراسی ماست که ما جمیل خود سفیر ما میگم که برادر قند، ما دم ترکیه یک از قوی ترین مبارز افغانستان ماستم. ای که کس قبول داره یا نداره او به مردم ربطی داره، من خودم پیش خود هستم. ای گپ من مثال دادم. اینال برادر قند علی نازنین، اول رفیقم، دوستم، به صفت یک هموطنم خودت هستی و جمیل و برادر گفتم. در لایف ما تعیین تکلیف نکن کی گپ بزنه کی نزنه، و در لایف ما وقت برای امید سادات من یک لایف داشتم، پری شب بود فکر میکنم. بعد از او خب میفهمین دوستا ارتباط دارن، تصادف لایف امین نفر روان کردن که یام لایف رفته بود، در پشت سر خود یک تصویر مانده بود، یک تصویر از کثافات مواد فاضله را در پیشانی ما مانده بود و نوشته کرده بود که نمیفهمم کاندوم طالبا و از این قبیل گپا. و در اوج ویدیوی مرا میگذاشت پلی میکرد، باز قبل از این که اوج خود تمام ویدیوهای ما الحمدلله حالا چالنجش میکنم که وقتی ما صحبت میکنم در رابطه با اتحاد اتفاقی گپاست، باز وقتی که میدید و بیننده سوال میکرد در کامنت کال مشکل از این چیز، باز تیر میکرد، هیچ یک نقطه ای را در لایف پیدا نمیکرد که ما شعار داده باشم بر علیه یک قوم، سمت برادرای هزاره ما، شیعه مذهبا، هیچ چیز را پیدا نمیکرد. آمده فقط مرا چی میگفت که با خواهرت من صیغه میکنم، با مادرت بیبی که من چند بار صیغه میکنم، که تو نمیفهمم فلان گفتی، که تو شیعه را دوزدی. اینا در زیر پوشش مذهب محترم شیعه اصلی داخل میشن و میخواین که یک عده طرفدارای خدا پیدا کنن که متاسفانه هیچ کس قبول نمیکنه. چرا؟ چون اینا فحاش های مجازی هستن. ویدیو همین نفر پیش من رکورد است که مرا میگه مادرت صیغه کنم، ایم مادرم و 30,000 نفری که تو را سفیر تعیین کرده فلان کنم. این همین نفر دمیجاست، خدای را شرمنده کامت بالا. یک انسانی که قدر فحاش بوده باشه، تو اگر مزاری را دوست داری، تو از جمع طرفدارای مزاری خود برطرف کو. تو اگر توقع ای را داری که ما برای بزرگ تو احترام داشته باشم، تو دوجا برای امیرالمومنین ملا حمر، لوی ملا صاحب رحمه الله، خودت میگفتی کور فلانی و بسمدانی. خب وقت از در اروپا هر چیزی که میگی، در اروپا خواه یک نفر هم جنس بازم شده میتونه. من میالک به شخصیت تو کار ندارم، نفهم، علاقه هم ندارم که تو چی کار هستی، درست است. اما اگر تو توقع احترام از یک مردم دیگه داری و خود در جایگاه نصیحت کننده منی که بیش از 20,000 نفر، خوب واضح گفته رئیس ما برادر، تو که ندیدی برنامه رو ندیدی، 20,000 نفر الحمدلله آمدن گریه میکردن که سفیر مستی. خب که تو که ندیدی، خیلی گناه ما چی اصلا؟ تو که آمدی سوال کردی، خب برو کانال یوتیوب ما را سعی کن میبینی. تو برادر وقتی که احترام توقع داری، بگی برای ما امیاله، به خاطر که ما بشرمون، بگو که مولوی صاحب امیرالمومنین مولوی صاحب عبت الله آخونزاده حفظ الله، بفرما برای ما بگو. بعد از او باز من میگم شهید وحدت ملی مزاری، اما ما طرفم تو نیستی، من یک انسان مستقل هستم. اینه اگر من نمیفهم آی صاحب شاهین آیا نمایندگی خود از این نفر از طالب میکنه یا نه؟ تو خودتان عقلتان در کار پرتین که کی نماینده طالب است کی نیست. در کجا آجی صاحب شاهین آمده که گفته باشه که من نماینده طالب هستم که ما آمده باشم؟ کلمه لابی را مانایشو میفهمی؟ لابی طرفدار مانومیته خلص. بارها به زبان انسانیت و اسلامیت گفتم که برادر، من تمام کارهای حکومت فیلی را مبنی بر صلح، پیشرفت،
و آبادانی وطنم بوده باشه، ما پشتیبانی میکنم. مسئله مکتب و دخترها و هر مسئله دیگری که هست، ما فقط فحاشی نمیکنم و پدری که هست بالای ما ایره تحمیل کرده نمیتونه که ما با ست ازوا پایان شوم و با فحاشی کنم. چرا پوانتونا بسته است؟ پوانتونا بسته است. بسیار زیاد متاسف هستم. منتظر هستم که امیرالمومنین مولای صاحب بیت الله خونزاده حفظه الله فرمانش چی است و اونا خواهد من در جریان هستن. وزیر تحصیلات عالی ندیم صاحب خواهد من در جریان است. وقتی که ما وزیر داریم، امیر داریم، بزرگ داریم، پلیس داریم، من رعیت چی گفته داود اشنام بتم؟ نمیتم با شما هم صدا نیستم. اناله در حالی که گفتم در پیشانیم استیکر مواد فاضله را موندی، در حالی که ویدیوی تا دارم ریکارد که میگی خواهر تصیغه کنم، مادر تصیغه کنم، حتما مزاری مادر تصیغه کرده، اینال چلنج من برای تو است که یک بار اگر من مزاری تصیغه زاده گفته باشم پیدا کن. اینا واضح برات میگم، آشیه روی نمیکنی، نوت کن. مایکت قطع، مایکت قطع. داوجا بسیار جفیدی تو، بسیار توهین کردی برای مادرم، برای خواهرم. اصلا مثلا شما خبرم نیستم، برای 30,000 طرفدار ما و 20,000 و بالاتر طرفدار، مایکت قطع کن. صدای تو آمده رئیس. اینا ما یک قطع کو در نوبتت باز آدم وره مثل ما که گوش میکنیم، توهین نکو، گپت بزن. تویی که مادر مرا میگی که برش بار بار میگی من سیغه میکنم، من برای تویی که از هر مذهب و دین و از هر چیزی که هستی یا بدین مذهب هستی نمیفهمم، الله و علم، من برای تو میگم اگر افغان هستی، مادرت به مسابه مادرم، یعنی ام ست مادرم، دوستش دارم و احترام دارم. ایتونه که مادر خودم چون مرا تولد ساخته بالاتر، مادر تو پایانتر. خواهرت به مسابه خواهر افغان و مسلمان ما برش احترام دارم، به مسابه خواهر خودم که متاسفانه من خواهر ندارم. خداوند از امین نعمت بزرگش مرا ببرد داشته، اما بدیلش ای که هزارها خواهر افغان و مسلمان دارم داده بره. پس شما فحاشی نکنین. ما هیچ وقت نگفتیم مزاری سیغزاده، هیچ وقت نگفتیم سیغزاده. ما برای شیعه نگفتیم سیغزاده، ما برای ازاره نگفتیم. تو شاید خبر بوده باشی یا نبوده باشی، حالا گفتنش خوب نیست. ما معامله کردگی هستیم با شیعه مذهبا، با سیدا و با ازاره ها، بیان نمیکنم در اینجا. پس خودت برادر به هر نظریه که هستی، که اگر خدای سیاسیت قبول میکنی مزاری یا خدای واقعیت تو به نعوذ بالله، او اختیارت به دوش خودت است. توهین نکو، مانند که اینجا آمدی صحبت کردی، صحبت کو. ما ای که نام خود سفیر صلح ماندیم، اگر ما خدای نکرده تو رو توهین کنم، یک نفر میگه خود تو نامت سفیر صلح ماندی، مادر عزیز که بجای بگی که مادرت از خدای نکرده، میگه مادر عزیز فلان. پس جوان عزیز، تمام آن اده کسایی که افتخار میکنه که اولاد صیغه پاکترین فرزند امی دنیا و مذهب اسلام می بوده باشه یا شیعه می بوده باشه، ما او رو صیغه زاده میگم. کسی که با یک بار ارتباط برقرار کردن، یک فرزندی که صیغه کردن به دنیا میاره و او فرزند علالی ترین میگه، در حالی که او فرزند گناهش نیست، ما به او فرزند کار ندارم. اگه او را مقدس میگه، خب افتخار کنن دیگه، او انسان ها بیا بگه بله ما اولاد صیغه هستم. خب بگویا. تمام آن اده کسایی که از فاطمیون پشتیبانی میکنه، فرزند و جوانان ازاره که از پوانتون، از پیسه مردم افغانستان درس خواندن، پوانتون خواندن، امروز غلام ایران شده، از فاطمیون اگر دفاع میکنه، تمامش من صیغه زاده میگم. حق نداره هیچ کسی که از یک درخت ما استفاده کنه بدون اجازه افغانا. ما مشکل ما یک عمر در خوست اینه می بود که درختار یک عده نسل دنبوره که به هیچ قوم نیست، از خوست نسل دنبوره خوست درختار عرم میکرد، در دریا منداخت، میرفت در پاکستان، پاکستانی ها درختای ما را میگرفتن. الحمدلله بعد از فتحه که از طرف حکومت امارت اسلامی افغانستان صورت گرفت، اونمون نسل دنبوره دونم خوست نمی کارشان را بند کرد. پس من که آماده استم از درخت خود، بسیار کمزور استم، اینمی عقیده و غیرتم است. در اروپا شیشتم محکمه کردن، پینجا محکمه کنن، دیوانه میکنن، پیچکاری میکنن، تا وقتی که جور استم، اینمی عقیده ام است که از وطنم، از خاکش، از آبش، از کوهش، از مادر ازاره علی که مادرم است، از فامیل علی که ناموسم است، از فامیل ارپال سنگ بیچاره که اوج از اهل اونود منوسی گفتن کس تجاوز کرده، فامیل ما است. احساس میکنم که به فامیل ما تجاوز شده، در ناموس افغان تجاوز شده. پس مرا اگر تو قبول نداری، اینال نظریه تا بگو در رابطه به فاطمیون،
بگو در رابطه با فاطمیون، بگو با افتخار اگر صیغه از پشتیبانی از صیغه میکنید در زیر پوشش شیعه نرو، بگو ما بله افتخار میکنم که یک اولاد صیغه هستم، بگو که ما بگویم خب وقتی که اولاد صیغه اینقدر مفتخر است پس از این بابت احترامش میگذاریم. اما مسئله که من موضوع را مشخص میسازم و در اون لایف ما گفتم که صیغه زاده ها حق ندارن بیاین دفاع از نسل دنبوره کنن و مرا متهم کنن که جمیل قادری با تاجک و پنشیری توهین میکنه و نسل دنبوره میگه. گفتم نسل صیغه، نسل صیغه را فهمیدی، کسی که با یک بار نزدیک شدن به وجود آمده، کسی که از فاطمیون دفاع میکنه، کسی که از افغانستان کرده ایران دوست داره، اینا نسل صیغه هستن و نسل دنبوره باز مجموعه قطاع و طریقا را در جمع میگیره. گفتم نسل صیغه شما هم نسل خرابتان، مانند که از پشتون باشه، از هزاره باشه، از هر چیزی که باشه نسل دنبوره گفته میشه، شما نبیاین تا این تکلیف نکنین که جمیل قادری چرا به تاجک توهین میکنی. خب من به تو هم خیلی او رقم باشه توهین میکنم، اما توهین ما با یک کلمه نسل دنبوره گفتن ختم میشه. ما دیگر نه حاجت از نفر بناموس بگویم، بچه باز بگویم، نسل دنبوره که میگم نفر دمو هم غیرت خانهش کار میکنه. هدف ما این بود دو لایف، ما هیچ وقت به هزاره، به شیعه، به هیچ کسی توهین نکردیم. اگر کردیم بکش ویدیو را، اگر عیانا تو پیدا کردی که ما در لابلای لایف از دانم برآمده انسان هستیم، شاید یک دقیقه فکر نبودیم، ما آماده هستم معذرت بخوایم، ثبوت نشان بده برادر، بفرما. ما یادداشت گرفتن قبل میزه مگنه باز ما اجازه خودت جواب بده در رابطه با صیغه. اجازه لطفا مایک تام ببند، باز در نوبت من رقمی که با 30000 نفر معذرت بخوایی جا که گپ. اجازه سلام بکنید دوستای عزیز، اگر نه من نماینده هزاره هستم، نه خودت نماینده پشتون طالب هستی، نه کسی نماینده قوم هست، نه نماینده مذهب. بسیار واضحه. بحث دومی که من حرف بزنم در قسمت من اینجا من بینوان یک کسی دیدگاه خود ما دارم، بینوان یک کسی که مزایای را دوست دارم و یک از سیاست مدار افغانستان میدانم، وقت به او توهین میشه مقطعا ما احساسات خدشدار میشه، به بزرگای خود توهین میکنم. اجازه بده برادر، اجازه لطفا مایک که بسته بکن، من در مایک حرف نزدم. تو کسی نیستی که مرا بگی مایک نشان بده، حوصله من ندارم. من خانه آقای امیرشاه عبدالی آمدیم، میمان ایشان هستم، لطفا تو میمان هستی، ما توی میمان هستیم، من در نوبت احترام کردم. می خانه خودم است. علی جان دوی کدی امیر فوت کنم. من اثبات میرسانم. بله چرا نه؟ اجازه بده لطفا. یاد بگیریم نزاکت را گپ بزنیم. جانم جان آقا علی صاحب یا میراتی واگونی سکنه. الله عز و جل به قرآن کریم که فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم و تعز من تشاء و تذل من تشاء فی یده الخير. چا تاس ذلت و عزت ورکی آغا لا ورکی دای که چا سپیر ټاکلای دا دای افغانانو ټاکلای دا اسلامی امارت نه ټاکلای صحیح ده دای سه هر وخت ل په لایف راضی دای وای سي دماغ خپل شخصي دیدګا ده خبر ته دغه نیولای دی خبر ته خمه توجه وسه سي دای کله خبری کی دای وای سي دا دماغ خپل شخصي خبری دی دا زدي اسلامی امارت ل ادرس نه غږیګم دا یو خبره. دویمه خبره ته کوي چې دلته د اسلامي امارت مسیران هغه څه شي نوم دی واخیست عبدالعلي مزاري ته خلک توهین کوي کنځا کوي بدې خبرې کوي د اسلامي امارت کوم وګړي خو به کنځا نه وي ورته کړی توهین خو به یې نه وي ورته کړی خو تاسې دا ټوله ورځ لګیا یا د اسلام الله عمر ته کنځا کوئ یا شیخ صاحب ته کنځا کوئ یا شیخ منصور صاحب ته کنځا کوئ یا علما په ټارګیټ کوئ کنځا. ګوره ته په هر لایف کې علي ورور زه تا وینم، زه ډېر احترام درته لرم، ته په هر لایف کې سکینې د سنیانو مذهب ته توهین، دین ته توهین، اسلام ته توهین، له خپلې ګیډې نه د څه شي ورته وایي فقه جعفری نه غږیږي په خپله ګیډه کې په پته یم نه درته لګیږي چې زه څه وایم. ګوره قربان دي سم، دلته که ته یو سړي ته دا خبره کوې، دلته دغه جمیل جان قادری ته وایي چې ته چا صلح سفیر ټاکلی، ته د اسلامي امارت رسمي غړی یې نه، دی رسمي غړی نه ده، زه هم رسمي غړی نه یم، زه یو طرفدار یم، دلته دا ټول طرفدار دي، دلته وروره هر څوک چې له چا نه ښېګڼه وویني
یو مثال در کوم، یو څوک چې د چانه ښیګڼه وویني او د وطن د آبادۍ جای پکې ونی، هغه سړی خود به خود د هغه طرفدار کیږي. ضرورت نسته دې ته چې زه هغه ته سوال وکم، زارۍ وکم، جمیل جان قادری ته چا سوال نه ده کړی، دی په خپله دې ته واده رسوی ده. دی په خپله په اروپا کې ده، اسلامي امارت په افغانستان کې ده، مګر چې ده د اسلامي امارت هغه کړنې هغه کردار یې ولیده، دی طرفدار څه په خپله، دا ضرورت پاتې نه سه. او د الله عز وجل سي عزت ورکړه، ذبیح الله مجاهد ما او تا سره ما سره یې خبرې نه دي کړې، ده سره خبرې کوي. داسې نور مسیران دي د ما سره موږ سره موږ نه دي ورسره لیدلي، مګر د سره ویني، د ده سره خبرې کوي، د ده سره ویل کوي. دا خو الله دا عزت ورکړی ده، اوس که عزت د چا باندې د تا نه لورېږي، دا ځان ته موضوع ده علی جان وروره. خو مګر موږ او تاسې باید یوازینۍ یوې شي ته متوجه اوسو، چې که چیرته په دې افغانستان کې ښیګڼه کیږي، هغه د هزاره ورور سره، د ازبک ورور سره، د تاجک ورور سره، د هر ورور سره، تاسو شخصي وقدې د امارت له ادرسه یا د امارت په ادرس باندې مګ پالیه، ته به د جمیل جان قادری سره شخصي وقده لرې، خو دا کار مه کوه چې امارت ورسره ګډیې. ته که چا چیرته تا ته جمیل جان قادری خوند نه درکوي، ته ورته وایه چې وروره ماته ته خوند نه راکوې، خو مګر اسلامي امارت په دې کې کار نه لري. هغه چې کوم لایف کې غږیږي، هغه پخپله په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې زه د امارت له ادرسه نه غږیږم. ګوره بله ورځ د لایف و، په لایف کې زه وروختمه، زه د طالب په نامه باندې ده تسې لایف ته کله وروختمه، ده زه له لایفه کته کړم، وای حاجي صاحب خپلې خبرې دې وکړې کوسه. ګوره دا یو 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 واقعیت ده، دغ باندې ځان پوه کې قربان مسما. دلته امارت هیڅ کله نه غواړي چې عبدالعلي مزاري ته کنزا وکړي، یا مسعود ته کنزا وکړي، یا کوم بل مسیر ته توهین وکړي. توهین او تحقیر ختم سوی ده. اسلامي امارت په کومه ورځ حاکم سو په افغانستان کې دا خبره یې وکړله چې تیر ټول په هیر افو عمومي وکړه. دا افو عمومي دا داسې نه ده چې دا د کاغذ په روی باندې ده، دا اسلامي افه ده. اسلامی افی نه باید موږ او تاسې مستفید سو، باید پایده تر واخلو، باید ګټه تر واخلو. کومې غلطي مو چې کړې دي هغه جبران کو، په هغه باندې له سره کتنه وکړو. دا په دې معنا نه ده چې ته دلته راجګېږي د جمیل جان قادری ته وایې چې طالب داسې ده او طالب داسې. طالب ټولې دنیا لیدلی، داسې څنګه ده؟ که زه سل وارې د طالب صفت وکړم، طالب دنیا ته معلوم ده چې طالب څوک ده. خو مګر دا کار مه کوئ، د موږ توهین نه ده زده، کنځا مو نه دي زده، بدې خبرې مو نه دي زده، او دا نه چاته کوونه د چا خور مور دومره سپکه بولو چې موږ په لایفو کې غوته بدې خبرې وکړو. او هیڅ کله هیڅ افغان ته اجازه نه ورکوو چې د چا خور و مور ته کنزا وکړي. مننه قربان مو سم حمید جانه، دلته ازانګ وکړه، د لمانځه وخت ده، زه تی در نه کوزیږم. اگه یک دقیقه باشین، ما وخت حرفایم یک چند نکته به خودتان بود، به او خاطر میخوایم بیان بکنم. جمیل قادری، خودت گفتیم بحث سیغه، بحث ازدواج مسیار، جهاد و نکاح، کلش یک رقم است. پیش تو رد است، پیش مام کلش رد است. هر کسی حمایت میکنه، طرفداری میکنه. نوش جان شو، ولی من طرفداری هم نمیکنم. کلا موافق هستم. ولی کلپ خودت گوش بکنی که سند گفتی، دو سای سیل بکنی. محقق مزاری و فاطمیون ندادی تو در نظر ما نسل سیغه هستی خدا بکشی. میگه اگر تو دشنام با محقق و مزاری ندادی، تو نسل سیغه هستی. علی جان قند، علی جان، من یک منتظر. نه 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 علی جان، علی ویدیو را بیخی تصویری جا حضرت مدتم که پلی کنی. تو فقط هم یک خواهش از خود دارم، امی اهل تشیع گفته را که دو زده تا میری نشان بده برمه. اجازه بده، اجازه بده. نه دیگه اجازه نیست لالا جان قند. باشی ما مرسم بزن و خود سوال میکنی. سایکو لالا، امی جمیل که اهل تشیع گفته را من میگم، بگذار آزاد صحبت کنم، همه تا دل جمع بیا در صحبت کنم. اجازه بده. ویدیو را یک دقیقه پیش شما بون، یک دقیقه بعد شما. اجازه بده. در زمان جمهوریت او کسایی که رفته فاطمیون شده، او کسایی که از ننگرهار رفته در بنام داعش رفته در سوریه جنگ کردن که گزارشاش در بی بی سی است، پیش مکلش رد است. از هر قوم و هر مذهبی که باشه، به خاطر به منافع کشور ما نجنگیده، هموطن ما بوده، به منافع دیگرها جنگیده، در کشور بیگانه توسط پلانهای دیگرها جنگیده، این کلا رد است. ولی میان در قسمت مسائل ازدواج مسیار، ازدواج جهاد و نکاح، صیغه یا کلش مسائل فقهی است که علما گپ بزن، به من ربط نداره. من در این مسئله هیچ کدام ربط ندارم، هیچ کدام من در این دمی لایف هیچ کسی نسل صیغه و نسل ازدواج مسیار، نسل جهاد و نکاح نیست.
ولی بحث عقاید فقیر بگذاریم که اونها انجام بدن. وقتی ما میاییم یک مردم بزرگای اقوام بزرگای کسایی که حداقل رهبرای سیاسی گذشته را به نام جان میتو ملی جان ما سعی کن لالا آشیروی میکنی همی بیا نه ما آشیروی رو نه من روی حرفای خودت که گفتی من میگم دیگه یک گپای بزرگ بزرگ برای من یک ساعت گپ زای بگذار ما حداقل تو دقیقه خود گپ بزن ناموس ما از همه بزرگتر است اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده لطفا اجازه بده اجازه بده نه قبل از اینکه سر بزرگات صحبت کنی بیا آیا پشتیبانی میکنی از گپایی که در رابطه با مادرم زدی در رابطه با خواهرم زدی در رابطه با 30000 افغانی که زدی آیا پشتیبانی میکنی اجازه بده اجازه بده خب من میرم بگم دوست عزیز گوش بکن آقای قادری وقتی تو میای به باورهای مردم به یک نفری که باور سیاسیش اینه نیست که یک رهبر سیاسی را دوست داره بدون که نقدش بکنی میگه ایره داو میزنه نس سیغه زاده میگه آیا خودت را ثابت کرده میتونی که امور نسل سیغه زاده است؟ نیست 100% 100% باز امور تو هم ویدیو بکش که ایشان گفته باشه ما نسل سیغه زاده هستیم اجازه بده دیگه گوش کن نه خب کوتاه تو یک صد گپ زدی خب ما بون کمی حرف ما بزنم دیگه خوبی نمیشه دیالوگ خوب نمیشه تو که لایو رفتی دو ساعت داو میزنی خب تو کار اجازه بده تو هم در لایو دمی کارا رو کردی دیگه خب هر کس میتونه ولی کار تو هم کار شما کار ما میشه بوده شما چی میخواین آله میفهمین علی جان مشکل شما چی است که نه مشکل با خودت ندارم می خود اجازه بده لطفا دیگه خود نگرفتیم در دان خود و یا فلان مادر و خواهر کس اجازه بده حداقل ما قرآن شریف داو نذاریم ما در زمان جمهوری هم کس را داو نذاریم قرآن شریف داو زدم تو آره همه اجازه بده اجازه بده قادری قادری گرامی اجازه بده قادری قادری یک دقیقه علی جان مختل کرد در اصل من حرف جمع بکن حرف جمع بکن مثال بکنه ما یک از این خاموش تو بس از دل جان ندارن یا توهین میکنن ما که از یاد جان علی جان فقط یاد توهین میکنن ما که از این خوار و مادر از این گفتیم خوار و مادر اگه این اینقدر غیرت می داشت میگفت جمیل قادری تو خوار مادر مرا خوار مادرت گفتی ما معذرت میخوایم برادر زاده این ما ممیره میگم برات اجازه بده با خوار و مادرت اگر تو خوار و مادر مرا احترام کردی من خوار و مادرت احترام میکنم فقط یک خواهش دارم علی جان فقط یک خواهش دارم از تو از کل دوستا از کل افغانایی که در پان لایف است خودت بسید که جمیل است من فقط یک خواهش از دارم برادر قند یک خواهش فکر میکنی هر چیزی از خواهش بالاتر باز یک چیزی دیگه میشه دیگه خودت میفهمی خب کوشش میکنیم که اول امور خواهش فکر کنی علی جان قند و تمام دوستای هم مفکوره صدای روزگان و علی و یک تعداد دوستای دیگه اگر قرار است که سر مذهب ما تو غیرتی شوی مرا بیخی از رقم مذهب تیر اگر قرار است که از آدرس شیعه مذهبا مبارزین شما واره باشه برادر قند دیگه اجازه نیست اجازه نیست ولی سرسخت در مقابلتان استاد میشه سرسخت در مقابلتان استاد میشه از آدرس شیعه مذهبا یک عمر خلیلی سربازگیری کرد برای فاطمیون ایران امروز که اگر فرض مثال و بازم میگم فرض مثال اگر امروز من نزد سنی مذهب اگر امروز من نزد برادرای تاجک، پشتون، ازبک سنی مذهب ما به یک چشم دیدم شم که ما را فاطمیون صدا میکنه، صیغه ای صدا میکنه و مشرک صدا میکنه و یک چیز دیگه هم بود یک خوب یک نام دیگه هم بود به اون نام صدا میکنه بله او گپاش هم میمانیم علی جان ما اکتبا سک اگر ما دلایف خود از تو اجازه میگیرم که اگر اجازه است مگر بزنم سعی کنین دوستان عزیز ما گپ بزنم این اگر رقم تعداد کنی فهاشای رقم تو کنی ما یک تعداد یک لحظه همید جان بسیار بکنی یک لحظه گپ دهیج است تو خود گفتی خلاصه گپتا که نماینده نیست یک کسی را اینا رهبر میخواین بالای من جوان آزاد افغان که نه مربوط به کدام سمت تانوس خود ساخته مثل از یا نه به مذهب و نه به کدام طالبه نه به کدام حکومت فعلی یک کسی را میخواین میگن که تو بزرگ ما قبول که خود از او با زبان خود قبول میکنه که ما ظالم هستیم این ما علی جان این رقم ویدیو پخش میکنم و رهبر تو که هر کسی که است غلام ایران بود در هیچ شک نیست که غلام ایران بود ایره من نمیگم ایره اونو قهرمان ملی را که تو او روز پشتیبانیش میکردی و میخواستی که تاجک یک جای خود بسازی از زبان از او برات پخش میکنم وقتی که میایی اول این رقم ویدیو سعی کن مزاری شما باعث قتل عام مردم افشار شده
درست است که مسعود آمده کرده شورای نظار کرده، اما مزاری شما باعث شده که مردم بیچاره ازاره و شیعه ما افغان ها که هیچ مربوط من نمیشه ده او جهت من سنیان بوده هر کسی که بوده به قتل رسیده. از زبان خودش گوش کن، بعد از او باز تو بیا یک کس را بگو که تو برابر من احترام داشته باش. ما باز چی گفتیم؟ هیچ نه، گوش کن. بیچاره این اخلاق پست نباشیم که تا همین کار سر مردم ما پیش نیاد. من مطمئن هستم که یعنی در اینجا نظامی های ما، مردم ما در جنگ های دیگر در حق مردم بد کرده بود، خدا در حق مردم ما در افشار بد میگن ای بی‌ادبی را شما کرده بودین و شما در حق مردم افغانستان در جاهایی که جنگ کردین بد کردین و خدا اینمی ظلم بالای مردم افشار کرد. این یک موضوع که خودش اقرار میکنه به جرمش. من نمیگم، بابت میگه برادر که افرادش ظالم بودن، وحشی بودن، خونخوار بودن، بی‌ناموس بودن، مردم به جوش آوردن که رفتن مردم بیگناه را یک طبقه دیگه که وارم اشتباه کردن کشتن. من خوب میفهمی که از او پشتیبانی نمیکنم. و من بابت چی است؟ قهرمان ملی گپش برد مهم است یا از جمیل قادری؟ لینگ جمیل قادری را چرا محکم گرفتی؟ اگر واقعا کسی که طرفدار عبدالعلی مزاری خودم میگیره اگر با شورای نظار دوستی کرد منافق است، بی غیرت است، بی ناموس است. ببینید که چی گفته بابتانه. ما گفتیم گوش کن. فکر نکنم پیش هیچ کس شک باقی باشه که مزاری وابسته به ایران نیست یا مزاری وابسته به ایران نبوده. همه معلوم است که مزاری وابسته به ایران بوده و ایرانیا دیگر خواسته خواهد به خصوص خود در کشور ما داشته و این ترتیب دوستان در ارتباط با ازبکستان و باقی کشور دیگر نده. ملت ما مواجه شد به یک جنگ ناخواسته که قصدن از طرف همسایا توسط همچه عناصر خود فروخته شد در کشور. بابه تو یک خود فروخته بود، بابه تو غلام ایران بود، بابه تو عناصر دست نشانده ایران در افغانستان بود. من نگفتم غیرت داری؟ اگر غیرت داری در پیشانی این نفر اونمی استیکر را که در پیشانی مزده بودی بزن و بعد از او بگو که این نفر گفته و جمیل رفرنس آورده. اینال اجازه میتی؟ بفرما جمیل جان. چقدر گپ زدی، من مایک می بسته کردم. اینال عمق گرده داشته باش، بشنو دقل دو کلمه را بدون داودش نام است. اینی لایو است، تو در لایو حرف زدی، مام در لایو حرف زدم. من مسئولیت حرفایو میگیرم، تو مسئولیت حرفای تجارت بکو بیه. در قسمت مسائل جنگای داخلی هیچ کسی منکر شده نمیتونه. اجازه بده لطفا، اجازه بده، اجازه بده. گفتی صیغه میکنم، معذرت بخوای با دیگه گپایت بزنم. اجازه بده، اجازه بده، معذرت بخوای. بله غیرت کلگی غیرت داره، هیچ کسی بی غیرت نیست حداقل. ایرا اجازه بده خود لطفا، اجازه بده که من حرف ما جمع بکنم. دوست عزیز، هر وقت تو اومدی از توهینی که بابا مزاری کردی و طرفدارش کردی معذرت خواستی، من از خود معذرت میخوام. من حالا میگم حرفایی که به خواهر مادرت گفتیم معذرت میخوام، ولی تو هم جرأت داری کمی که غیرت وطنداری را داری؟ 2000 نفرم بیادر کلش خواهر مادر. اجازه بده اگر اینال معذرت خواستم، بله اجازه بده خود لطفا من گپ بزنم. از 20000 نفر غیرت تو من گپ ما بزنم، یعنی خب فامیلیام معذرت بخوام، یعنی همه دوستان در پایین نفهمن که ما چی گفتیم. اجازه بده. دوست عزیز، در جنگ های داخلی کل ما میفهمیم که احزاب کلش در خارج از افغانستان شکل گرفت، چیزش در ایران، چیز در پاکستان. ای که امروز هر کدوم شیه داره میکنه و حرفایی را که میزنه، ای یک توهین به خودشان است. تو هم میفهمیم، ما میفهم گلبودین حکمتیار در کجا رفت، پیش از بابا مزاری کجا رفت، امو رقم آقای مسعود در کجا رفت، با مزاری هم حزبش، امو حزب حرکت اسلامی آقای آیت الله موسی یا در کجا شکل گرفت؟ هیچ کدومش در درون افغانستان شکل نگرفته. ایراق تو هم میفهمی ما کمک هایی که در جنگ های داخلی هم شده کلش کشورهای بیگانه بوده، ولی هر کس به خاطر بقای خود جنگیده، نفرم کشته، هیچ کدوم ما طرفدار کشتن وطن خود نیستم. بله وقتی در جنگ های داخلی 70000 وطن ما کشته شده، در طول همین 20 سال جمهوریت بیشتر از 8 لک وطن ما کشته شده.
در تقابل مستقیم دولت طالب بوده و هر دو طرف هم وطن ما کشته شده، هیچ کدامش نبوده که خارجی بگه پا 3000 خارجی کشته نشده، کلش هم وطن ما کشته شده. میم روی مثال وقتی تو میای به حرف این چیز جمیل جان، باب مزاری را و محقق نسل سیغه میگه که خانم چهار خانم محقق یکش از خانم دختر خانم پشتون است علی اورورا علی اورورا جانم امی حرف ما شای نعرف اینجا و معرفت میشنم برادر. نه یو پختنی جواب راکا قربان دسم دمو غرور افغانی خودی به پختن جواب را کده مرده پرستی نه به تاسی کله راوزه اج شاین گرامی مرده پرستی نیست، یک نفر که را دوست داره پیامبرم پیامبرم 1400 سال قبل فوت کرده و رحلت کرده ولی مو دوستش داریم. یو میلارد واگونی سا یو میلارد فقط یو دقیقه خبر ته جواب را کا اوس ګوره مزاری په کوم وخت مرسوی دا او تاسی دلته اوس بابا تر جوړوي ګوري ما کوي دی خدای نه لګه حقایق پیژنه لګله خدای ویره پیدا کیا وسړه دا ولې د ستا سي خدای ورکړا دا آجی شاین گرامی امو رقم د جانش غلام ایران ثابت اجازه بده غلام پاکستان غلام کل جهان هم واضح است، غلام ایران و کل دیگه کشور هم واضح است، ولی گپ د چیز گوش بکن. اگر با مزاری غلام پاکستان ایران بوده بله گلبودین حکمتیار و طالبان هم غلام پاکستان بوده امروز غلام کل جهان شده. بگذار حرفم بزنم نمایه بله سند تو هم داری کل دنیا میفهمه که در دوحه با خارجی ها کی نشست احمد شاه مسعود. اجازه بده احمد شاه مسعود خودش هم واضح غلام پاکستان است برادر، دیگه که شکل نیست حتی غلام ایران آیفون 14 رو ما نداریم برش غلام اسرائیل. بگذار اجازه بده دیگه معرف بزنم بگو در رابطه با گفته های احمد شاه مسعود چی داری که تو برادر خودت اگر امیر آقای قادری خودت در جریان لایوای ما نبودی حداقل ملنگشا و امی آقای ابداری در این مسائل بوده که چی لایوای گرفتیم چی مسائل بیان کردن در قسمت احمد شاه مسعود بر احمد شاه بر تاجگاه احمد شاه مسعود قهرمان است بر من نیست. ولی آقای شاهین گرامی مرده پرستی نیست، ما وقت مرده پرستی میگیم که یک نفر پرستش بکنیم. ګوره قسم په الله چې تر څو پورې له دې مرده پرستی نه تاسې والله که افغانان جوړ سئ تاسې امیر میګم مرده پرستی غوږ ونیسه یو ملت چې تر څو پورې له دې خبرې نه تاسې ځانونه خلاص نه کوي چې د بل قوم د بل سپینګیري د بل علماو د بل دین ته کنځاوې پرې نه ږدئ تاسې ولاکه انسانان سئ. ګورئ زه دا ته ځان ته حق نه ورکوم چې مزاري ته توهین وکړم، مړ ده مړي ته څوک توهین نه کوي، دا په مسلمانانو کې عیب ده، ډیره بده خبر ده. که چیرته موږ مړي ته توهین کوو بیا د موږ او دیندوانو څه فرق ده؟ وروره تاسې ولې دا د مرده پرستی نه ځانونه نه راباسئ؟ یا ګورئ دلته د غلام پاکستان او غلام ایران او غلام پلانکۍ غلام پاکستان څوک و؟ ۱۵۵۰ نفره په کومه تیاره کې لاړه سي؟ $1500 یې ته په هغې تیارې ته کرایه ورکړل او په پاکستان کې کته سول او په لار کې په لاس په نامه ورته ولاړو. ګورئ دا کار مه کوئ، دغه پیغور او پیغراتو نه ذاتي سره تیر سئ. بیا تا د دوحې تړون ته لاړئ، دوحې تړون موږ له امریکایانو سره کړی ښه په نرم کړی ده، سوال مه نه ده ورته کړی چې ته موږ سره تړون وکړه. میز ته دی راغله، ده ماته دوه اپشنه راکړي اوسي، یا به مرې یا به زندان ته ځې. ما دې ته مجبور کړ چې دی د ما سره د میز په سر کېناسته خبرې را سره وکړلې. و قربان اوسم حقایق به تاسې کله پیژنئ؟ خب من امیر آجی صاحب شاید اجازه بده مرفوعم یک سو شما حرف سه دو دقیقه خب مرا وقت بدم داخل مایی که نشین لطفا بس اینه میست. دوستای عزیز آجی صاحب شاید خب من میگم امین بزرگار را کسی پرستش نمیکنه، هیچ کسی او را مرده را نمیپرستی تو میفهم، ولی دوست دارن، دوست داشتن به معنای پرستش نیست. پیامبر خود دوست داریم. قاتل قوم مرا تو چه رقم دوست داشتم؟ اجازه بده قاتل قوم مرا تو چه رقم علی قاتل قوم در 20 سال جمهوریت طالب بوده دیگه. اجازه بده لالا جان قند، طالب ده وقت وجود نداشت. اجازه بده علی جان قند، وقتی که تو وقتی مزاری را قهرمان قوم خود بگی، دوستش داشته باشی، یک تعداد افغانای دیگه هم که آل گرم هستن نمیگن، خود افغان نمیگیرن در حال که افغان هستن گرم هستن نمیفهمن، مسعود قهرمان بگه، یک تعداد گلبدین قهرمان بگه، خیب به کدام جرأت و به کدام منطق و به کدام عقل میای طالب نقد میکنی برادر قند؟ چی گفته میای طالب میگی سایکو برادر قند؟ مزاری نفر نکشت بگونو؟ کشت. محقق نکشت؟ کشت. خلیلی نکشت؟ خلیلی خان و شفی دیوانه که بادیگاردش بود، نفرش بود، امورم از بین برد. برادر قند، ما شخص را نکشتن، اینا یک جامعه را کشتن، از بین بردن. علی عزیز، تو که وقتی میای در لایف ما اول در اینجا احساساتی شدم که چرا از آدرس قوم مذهب شیعه هر کس میای گپ میزنن؟
از آدرس اهل تشیع هر کس میای گپ میزنه. برادر قند، خاندان پیغمبر را دمی تیک تاک کی توهین کرد؟ زن و فرزند پیغمبر را کی دمی تیک تاک توهین کرد؟ خاندان رسول الله مبارک کی دمی تیک تاک توهین کرد؟ دمی لایف جمیل قادری رفتم یک بچه سنی مذهب آمد برای من میگه جمیل که از این آدم برادریش نکو، این میگه مطلق کافر است، میگه خون از این میگه برای ما مباح است. آخر جمیل میگه برادر امیر وقت بده که امیر امیدم از خود یک دفاع بکنه. برادر ما را برای مردم چی رقم معرفی کردی؟ حالا او مرا کافر گفته هستم. ما برادر مذهب اهل تشیع را، مذهب اهل تشیع را مطلق کافر کرده، تیک تاک معرفی کردن. علی اینمی هم فکرهای صدای روزگار من میفهمم. ما مورا جبهه گرفته مامی جان. علی جان، علی یک دقیقه مرا دقل تو دقیقه وقت بکن به عنوان مهمانتان باز با شما گب بزر کنم 20 دقیقه گب زده ما وقت بکنم باز برابطه بکنم من دلایل خودم میگم. من فقط چند جمله را برد میگم. ما فقط علی زیاد مداخله نمیکنیم، من ساده قید کردیم یک ساعت تقریبا 15 دقیقه 120 دقیقه ما مایکم بسته بوده. سعی کنید جان خان فقط چند لطف بکنین، چند لطف بکنین مبارزینی که از آدرس ازاره، مبارزینی که از آدرس تاجک، از آدرس پشتون، از هر قوم دیگه ای که میاد، از آدرس مذهب گپ نزنین. یکی تاپر سرشانه ما و جمیل، ما خو در افغانستان هم هستم نه، خوش اعلان گفتنش خوب نیست. یک تعداد مردما که میگفت اگر نرستی برو افغانستان، نه ما در افغانستان 500 نفر ما را میبینه. باز که افغانستان میام پس که میرم ترکیه، میرم میگه کی قدر که از طالب راضی بودی چرا پس آمدی ترکیه؟ باز که پس میام مرا تال سه دفعه از ترکیه در گپ اینمی مردم دیپورت شدیم. یا خونو قدر الهی مردم هستن، او قدر بی غیرت مردم هستن، از این گپا میگذریم. فقط چند چیز برات میگم علی، از آدرس قوم دت تو اجازه نداری گپ بزنی، به خاطر که نمی آله نمی دقه کمره رو بچر خانم نمی دقه ده 120 خانه تنها امروز از آره مایید کردن رفتیم، ده 120 خانه از آره که اگر قرار باشه این رقم مردم رو من برشون بتو میشتور از آره هم قبول نداره. از آدرس از آره گپ نزنین و خواهشان از آدرس اهل تشیع گپ نزنین. علی جان خودت در غرب هستی، خودت در اروپا و آمریکا هستی، خودت در قانون دموکراسی زندگی میکنی، در نماز جمعه در مساجد اهل تشیع با والله با بالله قسم دو گپ است که نمیخوام میرم مثال بتم، فقط یک چیز برات میگم. با اینمی گپایتون شیعه هایی که در داخل افغانستان زندگی میکنه تمامش شما مردم به غیرت معرفی کردین، تمام شیعه هایی که در افغانستان زندگی میکنه اینمی شما مبارزین ناق هستن که به غیرت معرفی کردین. به کدام دلیل شیعه هایی که امروز در داخل افغانستان زندگی میکنه در هر خطبه از امارت اسلامی به خاطر آوردن امنیت راضی هستن تبلیغ میکنن؟ اگر میگن که بزور سر از اینا گفته شده بزور، پس تو به این مانا که شیعه هایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن شما به غیرت معرفی کردین، یعنی در زور سر از اینا میقبولانه. اگر میگه نه شیعه در هیچ زمان سر خم نکرده، پس برادر قن خوینه میجه در افغانستان در هر نماز اینا میان تا سپاسگزاری میکنن، تشکری میکنن، راضی هستن از نظام، از سنی مذهب کده شیعه مذهب راضی است. به کدام دلیل؟ به دلیلی که به بانه بینی پچق دیگه ما کشته نمیشیم، به دلیلی که به بانه شیعه ملحد یا کافر سر بریده نمیشیم، به بانه ازی که ما را دیگه فاطمیون ماتمیون کس ما را نمیشناسه، استقلال خود در داخل وطن خود ما گرفتیم. فقط علی برادر به هیچ عنوان از آدرس اهل تشیع گپ نزن. پیشتر که من احساساتی شدم، من گفتم خدا میدانه جمیل شیعه گفته داو زاده که من ایران ماندم که توی ویدیو رو نشان بده. من نه مزاری پرست هستم، نه مزاری رو دوست دارم، نه سید مصطفی رو دوست دارم، نه محقق، نه دیگه. پیش ما زدنی، پیش ما افغان، پیش ما غیرتی کسی است که در هر اقتدار در داخل وطن ماند و وطن الهار کده فرار نکرد. هر کسی که دولت وخیم آمد، او برادر قند امی محقق و مزاری خفاو کده، من راجع به مزاری دان خدا بسته میکنم، او برادر امی محقق و خلیلی و امی سرور دانش اقدر کاکه زدنی می بود، امی تو را به می حالت الهار کده فرار نمکد. امروز از حالت تو خبر داره؟ امروز بان که بکوب شو برادر قند، بکوب تا که میتونیم این بیناموس طایفه رو بکوب. امروز که هزاره یا شیعه مذهب یا سادات یا قزلباش، کل ما شیعه هستیم، اما امروز یک تعداد خیست نماینده شیعه تو رو که میشناسه. تو کی هستی برادر قند؟ در دورانت چی کردی که آله بکنی؟ در اقتدار که بودی چی کردی برای شیعه مذهب که آله بکنی؟ ما صرف نمی خواهشم هست که از آدرس شیعه گپ نزنین. اگر اجازه بده مقاومتم اعلام میکنم، کلش اعلام میکنم، باز ما در پشت سیغه اگر خود انداختم، باز ما کدی گپ این مردم سیغه نکنم کدی گپ. دقیقا فقط اجازه بده که ما در داخل افغانستان بان که حرف بزن، مدقل سی دقیق وقت بتر کنم، بیشتر از ده دقیق حرف زن. ما از ملنگشان معذرت میخوایم بخاطر که این بنده خود مای خود بسکت، ما تشکر میکنم ازش.
سلک امی جان، من نه نماینده مذهب شیعه هستم، نه نماینده دین اسلام، نه نماینده یک قوم. آمدیم خودم یک کسی که از افغانستان هستم، قومم هزار است، مذهبم شیعه است. حق دارم وقت تاختاز میشه با بزرگای سیاسی دفاع بکنم. من میگم اگر دوست ندارین بزرگای سیاسی تان داودش نام بخوره، هر کس دارم. این دمی لایف هر کس یک بزرگ سیاسی را دوست داره. از هر قوم به معنای پرستش نیست. حالا ما اگر ملا عمر دعوا بزنم، تو اگر ملا عمر پرست نیست، خیلی چرا او را ناراحت میشی به او؟ ما که ناراحت شدم به خاطر اینکه مزار را دوست دارم. خود تو هم دوست داری البته ملا عمر که وقتی از حرف من ناراحت شدی. پس نتیجه میگیریم که به بزرگ ما نقد بکو ولی توهین نکو، سیغه زاده نگو. ما بگم که ملا عمر نتیجه جهاد نکاح بود، ناراحت میشی دیگه. اجازه بدین دیگه. خب ما همین جمعی 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 بسته کلام دیگه. لوی ملا صاحب اجازه بدیم بر خودت لوی ملاس بر ما یک انال برو لایف بگی سر ما خوار مادر گفته دعوا بزن شما خودیم لوی ملا صاحب. ملا عمر نسل ملا عمر وطن از اشغال خلاص کرد، تو میای یک خائن وطن فروش کرد لوی ملا صاحب برابر میکنی. تو سکه وقتی که نام ملا عمر میگیری، نام ملا عمر وقتی که میگیری لوی ملا صاحب یادش کو. یکی در غیر از برو لایف اون عکس مرا بالا کو، یک دانه چتر یک دانه بارنگم دادم شما کردی که نفر پایان اندفتی. پس دوباره ریکوست بده علی بیارش بالا. کسی که در اینجا آمده نصیحت میکرد که به دیگه بزرگوار نه بالا بیارش توهین کرد. هر وقت توهین کرد من میارم میشه بالا، اما خب میبینی که چه رقم توهین میکنه. مزاری رسای که ملا عمر رسای که کی رکدی که مقایسه میکنه. یکی دوم دیگه امی آدم که سر مذهب اهل تشیع اینقدر غیرتی شده، سر مذهب بکشم که خودش فاطمه زهرا را توهین میکنه. برادر قن لالا جمیل قن سعید سگ مرد هر کدام شه که میگه من میارم بالا لوی ملا وطنت از اشغال خلاص کرد، نسل لوی ملا صاحب وطنت از اشغال خلاص کرد. ای آمده که محقق برابر میکنه که پتونش پرگو امیال در کابل مانده. این رقم آدم ها ما تو یک آدرس را، تو یک جای را، تو یک حد را، تو یک جای را خیلی حال لایف به مرا خانه دار هیچ نام بزرگار را نگیره. برو نه تو بگی نه او بگی، گپ خود بانک دیه. بانک ما در رابطه با سیغه برازی بفهمانم که آیا سیغه گفتن یک نفر توهین است یا نه که برازو حتی احترام گذاشتن. چون فتوای بزرگای آخوندای اینمی ایران است که مگه سیغه علالی ترین فرزند یک رابطه می بوده باشه. ما خود فقط گفتیم که فرزند سیغه، پس بیای از سیغه منکر شوه و برای ما بگوی که سیغه حرام است، ما از این بابات نمیگم. در غیر صورت که اگر نگوی که سیغه حرام است، خب ما خود اینجا رفرنس دارم که اینجا مولوی های ملاهای ایران میگه که سیغه علالی ترین فرزند حاصل دنیا می بوده باشه. ما خیده اشتباستم، ما اینا رو هنوز چیز خوب گفتم. فرزند سیغه یعنی که بسیار فرزند پاک. اگر حرام است بیای برای ما ثابت بسازه که حرام است، بعد از اون باز ما نمیگیم. ما خواله در نظرم که صیغه بسیار حلال است برای ازیا. ما لالا جمیل قن او آدم خودکار درخواست نداده. خب ما در بعض موارد خب اینمی سیستم هم است، اینمی سیستم هم است. بعض دوستان در واتساپ برای ما مسیج میکنه که چرا پاهان مندازی سای که برادر قن ما سیستم هم است. بیا لایف وان در جای ما برو لایف وان گپ بزن، برو خودت لایف وان به جای ما گپ بزن. یک موضوع و موضوع دیگه، ما کسی را که احترام دارم نه لوی ملا صاحب از قومم است، نه لوی ملا صاحب از مذهبم است. به کدام دلیل دوست دارم؟ به دلیلی که وطن ما از اشغال نسلش خلاص کرد. تو چی کردی؟ تو کی را کردی که مقایسه میکنی؟ برو لالا جان قند تا که میتونین لایف بگیرین، هر چیزی که از دانتان میای برای ما بگوین، عکس ما را بالا کنین، هر توهینی که میکنین اون رقمی که قادری صاحب پیشتر گفت که خوارت به جای خوار ما، مادرت به جای مادر ما، دیگه ناموست به جای ناموس ما، هر چی که بزنی خوده که افغان نیستی، افغان هستی. ایره پدر کلانا و بابا کلانایت قبول کرده، پذیرفته. فعلا در افغانستان شرایط او شرایط نیست که تو فکر میکنی، فقط جنگ تیک تاکی است. به خاطر بیننده من نمیال، اگه او آدم هم میموندم بیننده از 500-600 پان نمیامد. به خاطر بیننده لایف بگیرین و موضوع داغ کنین و گپ بزنین. ما رای ما، روش ما، دریز ما اینمی است برادر قند. برای ما تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره نداره. برای ما سنی مذهب و اهل تشیع مذهب نداره. برای ما کسی که وطن ما را از اشغال خلاص کرده بزرگم است، مشرم است، احترام برش دارم و در صورت ضرورت خونم هم که لازم داشته باشه دریغ نمیکنم. و توی کیمیایی شخص را که تمام دنیا برش احترام داره، شخص را که تمام دنیا برش احترام داره، او را میگیری با کسی. ما دیگه زیاد
فلسفه یا زیاد آشروی نمیکنم، فقط در مقدار میگم در حدت گپ بزن، در حدت گپ بزن، در حدت گپ بزن. امروز کسی که تو را اگر طالب بد میگی، تو را به انمی بد علاقت، اونمو بابایت بود. اگر امروز تو سر طالب نقد میکنی، کسی که برای طالب تو را اعلا کرد، اونمو خلیلی و محقق بود که امروز رفت، امروز رفت. تو از کسی دفاع میکنی که از خود دفاع نمیتونه، تو از کسی دفاع میکنی که از خود دفاع کرده نتونست. تو امروز می آل لوی ملا صاحب خو امروز زندان است، خداوند بهشت برین را جایش بگردانه. لوی ملا صاحب امروز زندان است، نسلش خود تا به آخرین قطره خون خود جنگی تا که با آرزوی لوی ملا صاحب برآورده ساخت. تو چی کردی؟ تو چی کردی لالا؟ امروز امنم برات آورده، امنیتم برات آورده. تا دیروز برادر قند، تا دیروز اجده سنبلا در داخل برچی در آمده نفرتان را نمیکشت؟ تا دیروز در داخل برچی اجده سنبلا نمیمد کدی مربی نمیزد نمیکشتید؟ امی شما امی سیاست تیک تاکی رم با والله و با بالله اگر شما بفهمین، امی جنگ های تیک تاکی رم با خدا اگر بفهمین، تا دیروز امی ازاری مشخور کی میگفت؟ ازاری مشخور در کجای لغتنامه پشتوز؟ امی شیه کافر کی میگفت؟ ازاری مشخور کی میگفت؟ منقه کی میگفت؟ تو با کدا او برادر با والله با بالله با سمت الله اگر تو هم سیاست تیک تاکی رم یاد داشته باشی، با والله قسم است اگر تو هم جنگ تیک تاکی رم یاد داشته باشی، فقط اینم یک گپ یاد گرفتن، یک گپ گرفتن فلانی غلام فلانی فلانی غلام فلانی. عمیق غیرتی که خودم میگیری، ما از آدرس ازاره گپ نمیزنم و ما هدفم هم ازاره ها نیست. یک تعداد مردمایی که اینجا میان خود را مباز میگن، اینقدر که خود غیرتی میگیری، اقدر خود کاکا میگیری، به کدام وجدان به کدام غیرت میگی که طالب پاکستانی است؟ و خود در غرب شتی، خود در اروپا شتی، از اونجا شعار میتی که طالب پاکستانی است. جنگ افشار خود دین روز وارد اگر یاد منم از ما که 5 سال بعد 5 سال کلانتر یا 10 سال کلانتر باشه دین روز یادش میاد. جنگ افشار شما چه رقم فراموش کرده میتونین؟ جنگ افشار او برادر قند تاریخ افغانستان زنانه پوشی رو اول تو زنانه پوشی دیده داخل موتر فرار کردی، اول خود تو فرار کردی در داخل موتر چادری زن پوشیدی. بعد ازش هم پیش از زمان امان الله خان، پیش از زمان امان الله خان خو اول امی مسعود خیلی خود چادری می پوشید، چادری زن می پوشید. ما زیاد پیش نمیرم، زیاد پیش نمیرم. امروز تانه هایی را که شما بر ما میتین از آدرس طالب، نه طالب استم و نه پشتون، نه طالب است و نه پشتون، هر کسی که در این سرزمین، هر کسی که در این سرزمین خون ریخته به خاطر آزادی سرزمین، هر کسی که در این سرزمین به خاطر پیشرفت آبادی سرزمین خون ریخته، خون ما سبقه سرش، خون ما سبقه سرش. ملک ماست، وطن ماست، کشور ماست. کاکا خود میگیری، زدنی خود میگیری، ستنگ خود میگیری، بدماش خود میگیری، نمیفهمم شش دنگ ملک خود میگیری، میای در داخل سوشال میدیا خوار مادر گفته دهو میزنی، دیگه چیزی خو از دست نیست. من مثل آیت قرآن شریف واره، من مثل آیت قرآن شریف واره که هیچ شک و شوبه ای درش نیست، سرنمی جوان پرنسفیده که به نام جمیل قادری حاضر شده، سرنمی آدم به اندازه اونمو خط قرآن شریف، من شک ندارم که آدم بیا اهل تشیع توهین بکنه. اما وقتی که میای نقد میکنه برای بعضی کسایی که برادر قند اینی گپ است، اینی حقیقت است، اینی حقیقت تلخ است لالا جان قند، حقیقت تلخ است. یک نفر بر ما بگه نمیکولای قندوری بر تو وقت نمیاد، ده نفر که بر ما بگه نمیاد، هر چی که لج کنم که نمیره قمه گپ است. خب مگه برادر یادم لج کده، تو هم لج کدی آلی، تو هم لج کدی آلی، آمدی اول خامدی تاپا زدی که اگر تو نماینده طالب هستی حق داری گپ بزنی، اگر نداری نباید بزنی، یا نه اگر گپ بزنی نماینده طالب، اگر نزنی با سوال تو بند مانده باشه. ای یک نقد به جای تو. دوم دیگه، آیا پالیسی طالب امی است که طرفدارایش بیا در تیک تاک فاشی کنه؟ آیا پالیسی مزاری امی است که بیا خاندان پیغمبر دو بزنه طرفدارایش؟ آیا پالیسی محقق امی است که بیا خاندان اهل سنت دو بزنه؟ آیا پالیسی طالب، آیا پالیسی مزاری و محقق و ازاره ها پالیسیش آیا امی است که در یک کشوری که بیشتر از 80% سنی مذهب در روز زندگی کنه و بیای تو خاندان پیغمبر با والله قسم است علی با بالله قسم است امی سنی مذهبا که ما و شما را از لنگ اویزان نمیکنه خانه پدر و پدر کلان شاباد، با کدام دلیل؟ با دلیلی که خط سرخ اسلام است دیگه، خط سرخ اسلام است. در یک کشوری که 80% سنی مذهب زندگی میکنه، تو چطور میای خاندان پیغمبر را در تیک تاک توهین میکنی؟ نیست در خواستم تو در خواستم بیا اگر سوای مرا خط من شنیه رایستی بیا بالا اگر در پان باشه علی بیا حتما است. و کجا میره آله میگه چی میگن در باره ما؟ هیچ فهاشی نیست. بخاطر چی؟ بخاطر ناموس افغان ناموس ماست.
سرزمین افغانستان از خود ماست، پنشیر از ما است، قندار از ما است، هلمند از ما است، دایکندی از ما است، بامیان از ما است. نوش جانت که میگی که پنشیر از ما است، نوش جانت که میگی دایکندی از ما است، بگو قندار هم است دوست. ما برای تو بزرگی میبخشم، تو میگی نه، ما اون کوچک خوش دارم. بیارش بالا تو ایجا که مرا متهم میکنه به اینکه تو صیغه گفتی. بله، ما در اروپا فعالیت کردم 3 سال، الحمدلله که کسی مرا چیزی کرده نتانسته. چرا؟ همیشه یک دلیل دارم. اگر صیغه گفتیم دلیل دارم. یکی از عالم بزرگ ایرانی گفته کسایی که از عربایی که از عراق میاین و صیغه و مباشرت میکنن با خانمای ایرانی ثواب دارد، به خاطر اینکه اینها از کربلا آمدند. ثواب داره، پس این گناه نداره، حرام نیست. ما چیزی را نگفتیم که برخلاف کدام مذهب و کدام دینی بوده باشه. ما خود نمیفهمم. گفته خودش آمد مرا گفت که نخوندی. نخوندی. اینی را دیدیم. این زنها اگر بیان با این عرب هایی که از عراق میان اینا مباشرت جنسی بکنن، این ثواب داره به خاطر که اینا از کربلا آمدن. چی میگن؟ حالا در مقابل ما چرا استاد میشی؟ اگر مزاری را من میگم که غلام ایران بود، من نمیگم، من نمیگم، اینی نفر میگه مردم. او کسی که تو مرا میگی که نمیفهمم فلان و بسمدان توهین کردی، بابه خودت که مزاری است، غلام ایران بود، دست نشانده ایران بود، خوی این را من میگم. چرا؟ در بعض اوقات ما باید برای بزرگا نظر بگفته علی جان احترام کنیم. من نقل و قول از سپه سالار بزرگ احمد شای مسعود، قهرمان ملی افغانستان میکنم. گپ من نیست. من خود نبودم در افشار کنه. یک تا راکت آمد، اون دو تا آمد. باز یک بار کسایی که نبوده تازه دلائی پیش هیچ کشکی باقی باشه که مزاری وابسته به ایران نیست یا مزاری وابسته به ایران نبوده. به همه معلوم است که مزاری وابسته به ایران بوده و ایرانیا دیگر خواسته خواهد با خصوص خود در کشوری ما داشتن. و این ترتیب دوستان در ارتباط با ازبکستان و بقیه کشور دیگر نمی. ملت ما مواجه شد به یک جنگ ناخواسته که قصدن از طرف همسایا توسط همچه عناصر خودفروخته تحمیل شد در کشور. عناصر خودفروخته، خودفروخته، من نمیگم مزاری خودفروخته بود، مزاری غلامو دست نشانده بود. آل علی جان چرا خوار مادر مرا تو دو زدی؟ دو میزنی باز دو ده. بعضی ها فکر نکنه که ولی جمیل قادر را معذیت کردیم. نه، ما چی میگم؟ میگم اقدر اگر افکارتان بزرگ باشه جمیل قادری و یا بعضی بزرگوارای دیگه که دیجه هستن، که من میگم ای برادر، فامیل تو فامیل ما است. اهل اونود آمد برای ما امروز، اون هموطن نازنین ما و سردار صاحب یک گپ زد، در زندگی از یاد من نمیره که یک بیناموسه که اگر شیعه بود، اگر سنی بود، اگر نمیفهمم افراطی مسلمان بود، اگر جهاد نکاح بود، اگر صیغه بود، هر پدر نالتی که بود بسیار ببخشین، خب آمد بیناموسی کرد برای فامیل ما، برای هموطنای ما. خب چرا قدر بزرگ ما فکر نکنیم؟ و برادر دایجا باز هم ایناله یک تعداد کسایی که شیعه مذهب هستن، ازاره هستن، نگوین که ولی او دیج مظلوم واقع شد مزاری و او نفران. نه، بابه تو باعث شد که فاجعه افشار صورت بگیره. اینی را باز شاید بگوین که جمیل میگه که بابه تو باعث شد که فاجعه افشار. من نمیگم، خود بابه میگه. او هموطن، اینه باز گوش کن، خود بابه میگه که نمی شما لعنتی هایی که در اینجا بودین، رفتین بالای یعنی پشتون، تاجک، ازبک، ازاره و اونو تو بیناموسی در حق هموطنهای اهل اونود ما کردین و اونا را که زورشان رسید دمی فرقتان زد. در فرق کی زد؟ در فرق 4 تا مظلوم افغان ما باز زد که ازاره بود، شیعه بود، افغان بود، هر چیزی که بود. افشار ما را خود در بدر کرد. اینال خود نفر رو بگه تو افشارک نرفتی، از ما اصلا برادر یک بلست خاک و نظمو اسلام قلعه، تورخم، شیرخان بندر، نمیفهمم از طرف سمت شمال ایرتان، هر جای کس کمی طرف که داخل خاک شدی، با والله قسم که طرفش کس چپ سعی کنه اگر اتم داشته باشم دمی فرق فرقشان میزنم. اینمیره دلت شعار میگیری، دلت نامکشی میگیری، دلت به ثبوت رساندیم، به ثبوت میرسانیم. یکی و خلص برای ما کس پنشیریام نشه،
از کلت کرده پنشیری تر خودم هستم. برای ما کس قنداری هم نشه، از امی کلت کرده. بسیار جانه که شاید ضعیف داشته باشم، اما تا که جان دارم از کلت کرده قنداری هستم، از کلت کرده کابلی هستم، از کلت کرده مزاری و از کلت کرده مسلمان و افغان هستم. اینه تو باید بیا فکر کنیم. نه که والا من مرا کس نمیفهم، اون روز در لایف رفتم منافقین نه تو از کدام ولایت هستی گفتم. نمیگم برادر تو چی کار هستی؟ از افغانستان هستم، زادگاه من افغانستان است. خلاص سیل کنین که بابیتان اقرار میکنه که نفرایش چی کار کرده، چی ظلم کرده بالای مردم و این مردم جایلام رفته، پس قصد خوده از بیچاره ها گرفته. بیچاره این اخلاق است نباشیم که تا همین کار سری مردم ما پیش نیاد. من مطمئن نستم که یعنی در اینجا نظامی های ما، مردم ما در جنگ های دیگر در حق مردم بد کرده بود، خدا در حق مردم ما در افشار بد کرده. نظامی های ما خودش میگه، نظامی های ما مطمئن استم میگه، به تو شکم نه، میگه من مطمئن استم که اینمی نظامی های ما در دیگر جاها و نقاط که یعنی زورشان رسید جنگ کردن، بالای مردم ظلم کردن و امروز اونمو مردم خدا بالای مردمش یا در افشار بالای مردم ما نشاند. اینی است عقایق. مگر سیغه گفتم دفاع کردم ایتانم؟ چرا؟ چون سیغه ثواب داره در مذهب شما. من قبولش ندارم، من قبولش ندارم، برای من ناجایز است. بسیار زیاد معذرت میخوایم از این کلمه، من طالب شاید استفاده نکرده بودم در سوشال میدیا، برای من حرامی است. صیغه حرامی و برای تو مقدس است. من از دین خودت رفرنس میارم، اینال تو از دین ما. پس اگر رفرنس بیاری که جهاد نکاح حرامی است، میگم برادر دین ما رو اون نفر آمده گفته، اینه در دین خودت اینه میگه. پس در کدام مولوی که مردم رو شناخته باشه و در کشور آزاد مانند افغانستان فعالیت کنه نشان بده. من نه از جهاد نکاحت مدافع هستم. چرا؟ چون علم ندارم و نه از صیغت. من چی میکنم؟ اینه بابیت گوش میکنم، قهرمانت گوش میکنم، یعنی مولوی دیگه که در ایران است. زنها اگر بیان با این عرب هایی که از عراق میان اینا مباشرت جنسی بکنن، این ثواب داره بخاطر که این از کربلا آمده. جمیل قادری نشان استقامت یک مسلمان و افغان با افتخار و بیانگر عقایق مستند و به ثبوت استم. برای من تهمت کنین، هر کاری که میکنین بکنین. یگانه کاری که اینا امیال مشکل برای ما دارن، میگن که جمیل چرا یک دفعه می فلان نگفته. نمیگم، بکشی خدا خوار مادر ما دوزدی. همی هر کاری که کنی ادبی میزنیم تانه، فلان بسمدان نمیگیم. و هر آن کسی که طرفدار، باز هم میگم، هر آن کسی که طرفدار حکومت امارت اسلامی افغانستان خودم میگیرم به مساوی یک حامی صلح که در وطنم صلح آوردن، میگم که اگر دو دشنام زد او را نه طرفدار قبول کنین و نه چیز. اگر من مزاری را خودش صیغه گفته باشم، نشان بتین من را تیر از امی یوتیوب موتوب از امی فعالیت نگفتیم. دروغ چرا میگین؟ میایید جهاد نکاح، اگر بگویم که اینجا ظلم شد، خب میگی در 20 سال نقض شد. چک کنم در 20 سال هر کسی که هموطن مرا به ناحق کشته، به نظر من اونم قدر بد است که مزاری بد است، اونم قدر بد است که مسعود بد است. خب یعنی واضح بگو برادر، چارغوک چرا میکنین؟ در اوج هموطنهای ما 20,000 کشته شده، باز چی میگه؟ خیره که کشته شده به خاطر خیره که اینجا این دگام کشته شد. وام اشتباه بود یا هم اشتباه است. در آینده نمیگذاریم که اشتباه تکرار شود. اینی است هدف ما. بس خلاص برادر، بیا با ادب صحبت کن. علی جان تو یک جوان هستی، من تو را دوست دارم و هم وطن. تو انتقاد کو، تو انتقاد کو، بگو که جمیل قادری تو بر کدام مبنا همین نفرها را طرفدارایش صیغه گفتی. من میگم واه چی، یک سوال مرا به چالش کشید. طرف یک ویدیو یا عکس بوده میکشم، میگم به این تو میگی اشتباه است، نظر به اینی. باز من گفتم او علی جان تو بردی، صحیح شد. اما تو کلان آدم، مطمئن است اونم ویدیو ته یک نفر نشان بده به خانه خسرت یا جایی که خواستگاری رفتی نشان بده، ای پشت از این نگردی، عکسای نفرا رو میمونه، میگه که ای کاندوم و ایکی و فلان و بسمادان. نفر میگه الان نته، یک الهی است. مبارزه میکنی مردانه وار، مبارزه کو با چالش میکشی امارت، مردانه وار بکش. جمیل قادری را محکمای چیزی کرده نتونست، تو اگر میتونی پیشکش.
اما داود اشنام چرا؟ ما اگر مزاری تا کور گفتم بیا باز تو کسی که ما اگر طرفدار شستم او را کور و کل بگو، اما نگفتیم. با ثبوت از زبان خودش که تمام افراد مزاری قاتل، غاصب، ظالم و بیناموس بودن. اونا خو رهبر بود دیگه، خو گفته نمیتونست که بیناموس، شما چرا رفتن بیناموسی کردین؟ کنه دفشار بیناموسی کرد، چرا رفتن مردم از سینه شبوریدن؟ اونا دفشار سینه شبوریدن. اون خو گفته نمیتونه. او خلاصه میگه یک رهبر، یک کلان. ما برات میگم تمام افراد مزاری، جنگ سالار، قطاع و طریق و همچنان نظر به گفته های سپه سالار که تکرار میکنم، با صحبت ها رو بند میکنم، قهرمان ملی احمد شاه مسعود که قشون سرخ شوروی را شکست داده بود و اونمو احمد شاه مسعود باعث شده بود که اروپای شرقی و غربی یک جای شوه، برای ما گفت که مزاری غلام ایران بود و در یه شک و شبه هم نیست، دست نشانده بود، خود فروخته بود. جمیل قادری را دیجه چی؟ ملنگشاه خودت انال قضاوت که به مسابه یک مسلمان و افغان واقعی که جمیل قادری چی گناهش است؟ گناهش است؟ مره محکمه کنین. بگو برادر، بگو این هر چیزی که میگین. من اشتباه میگم کالا، اگر من در راه اشتباه هستم خواهشن مره برای درست خیر نمایی کنین شما. بازم سلام دوباره. من منتظر بودم که امرای علی صحبت کنم ولی رفت. ببینین دوستا، اوتر یک گپ هست که بعض صحبت ها یاد میشه که اصلا درست نیست، یا اگه یک که مسئله کاندوم شد و یا یک نفر که من میال خودم نمیفهمم جمیل قادری از کدام قوم است، ولی میاین برش میگین که محقق که بود یک خانمش پشتون بود. اینمی مسئله امی جمیل قادری نمیخوایم پرسانم کنم، برم بای امام نیست، یک مثال میتم. اینمی شخص ایماق آمده مخالف تو واقع شده، من پشتونه یا یک پشتون دیگر چرا گد میکنی؟ این رقم مثال اگر بتیم خب باز گفته میتونیم که برادر باز لعنت به مو پشتونه که برازمو زن داده. این یکی خلاص امیر امام میگم اگر او رقم باشه، شمایی که عبدالرحمن خان شو تا صبح دو میزنین، یک خانمش و عروسش هزاره بود دیگه، خیورم بنام دو ندنین چون دامات هزاره ها بود. اینی جای بسکلانین، اینجا هیچ کس به او سطح نیست که بیای بیادر مدافع یک قوم شوه یا یک قوم سر یک قوم تاخت و تاس کنه، چون قوم در یک جایگاه قرار داره که جنگای داخلی که قوم گم کده نتانست. اگر شما فکر میکنین که اینجا خدای ناخواسته یا ملنگشاه یا حمید یا حاجی صاحب یا جناب قادری صاحب اینا در مقابلش قرار گرفته، برادر محترم تکلیف دارین برین پیش دکتر. یک مسئله. مسئله دوم، ای که میاین برادر از یک نفر دفاع میکنین و دیگرها را بد میگین، ای درست نیست. برای تو صحیح است مزاری بابیت است یگان تا خدای خود میگه، ما ریکاردایش را نگرفتیم به روز مبادا بختر که یک روز اینا میاین باز میگه ما نسل قلم به دست هستیم، ما از این کارا نکدیم. تمام صحبت هایی که اگر پیغمبرا را دو زدن، اگر صحابه را دو زدن، اگر خانم پیغمبر را دو زدن، تمام شریک کارت کردیم و انداختیم به نام اکاونت مو اکاونت فولدر که هست به نام نواسای بابا. آنقدر فساد های از یار مدارم که روز که بگن که ما قلم به دست هستیم، باز برش میکشم که قلم به دست های مهربانی. ببینیم اگر شما میگین که در این مسئله سیغه من نمیفهمم و قلعه بام کار نمیتن، ولی این ویدیوی را که جمیل جان نشان داد، این ویدیو را هم دیدیم و در افغانستان هم دیدیم بعض افراد اشخاص صحبت کردیم چی را میگفتن که سیغه را میگفتن که حلال است. ولی دوستان محترم به ایران که خود ربط میتین، باز در اونجا این رقم صحبت ها را گوش کنین. در ایران تنها مسئله از این نیست که مسئله شیعه است، در اونجا یک جنگ بسیار تاریخی بین عرب و ایرانی هایی که امون سرزمینشان است و زندگی میکنه جریان داره. عرب از روز که ایران گرفته کارهای دقشان کده و این فتوهایی را که میتر این سلسله و نموگ پاس تاریخ یک بار بخونین باز متوجه میشین. در حساب از این که مزاری را میگیرن پاک میکشن، مزاری شخص پاک نیست. این همین انقلاب اسلامی که در ایران میشد این شخص برانمون چونته اول حال خود چونته دوم آمده، بر از او آدم تبلیغات میکرد، شبنامایش پخش میکرد و بعض کارهای دیگه میکرد، حتی اجازه نامه خود گرفته بود از او شخص که سعید و سادات سر از او مثلا لایف آمده بود بر ما نشان داد. وقتی که عزت بر رهبر خود میخوایی، خواهشان صحابه را دو نزن،
خانم پیغمبر دو نزن، سر طالب که قار میشیدی قوم پشتون دو نزن، سر طالب که قار میشیدی بیرق افغانستان زیر پای نکو، سر طالب که قار میشیدی بیرق سفید که بیرق اسلام زیر پای نکو، سر جمیل که قار میشیدی پشتون دو نزن، سر حمید که قار میشیدی طالب دو نزن. کارای را که خودتان میکنین و بعدا میاین او را از کس دیگه تقاضا دارین که نکنه، ای کار درست نیست، ای کار عقلانی نیست، ای کار را که شما میکنین امو مسئله قلم به دست سرچپه میشه و برادر، باز شما قلم به دست معرفی نمیشین. یعنی چی که جمیل آمدی بابه ما را اینو تو گفتی، خود جمیل خود 3 روز میشه، 4 روز میشه، 10 روز میشه، امو زیاد شوه اینا 2 ماه میشه که آمده در تیک تاک. ولی جناب شما خو 3 ماه پیش هم چرا دو می زدین صحابه کرام خانم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو می زدین و مزاری را خدا می گفتین، امروز هم میگین؟ شما خو 1 سال پیش هم پیش از اینکه جمیل قادری که بیخی دولت دیپورت شدن بود که در طیاره بود پرواز نکرده بود ال افغانستان رسیده، در اون زمان خو جمیل قادری بیخی نبود، شما قوم پشتون دو می زدین، شما خو بدر امیرالمومنین لوی مولا را دو می زدین، امیرالمومنین فعلی را دو می زدین و بعض کسای دیگر را دو می زدین. به یک حساب ما برتان حق میتم، این صحبت ما به مردم افغانستان و بر هزاره های افغانستان نیست، برم یک تعداد نواسه های بابس ای را برتان میگم، گناهتان نیست. در این شر و فساد مردم 3 نفر و 4 نفر داره، شما 1 نفر دارین، باید اینه میره محکم بگیرین. حالا ما خواه اگر حکمتیار دو بزنم خب برو سیافه خواد گرفتم، اگر سیافه دو بزنم حکمتیار خواد گرفتم، یکی دیگه اگر مسود دو بزنم ربانی را خواد گرفت، تو خود دار و ندارت اینم یک بابست، گناه تام نیست. به می خاطر می ره پچه قام نمی کنم. و اینجا یکی کامنت کرد، یکی از دوستای ما را سرخم گفت، او تا حالا صحبت نکرده. عالی جناب، سرخم اونو شخص است که به نام سرشار پاریس یک کسی که فتوا داده بود سرتان که نسل کشی نمیشین، اونو را صدای رای حق میگفت و برش یک رقم بیزمالی میکرد. اونو نفر سرخم است، سرخم خودت استی، دوستایی که در اینجا در بالا بود او را سرخم گفتن، ای در مجلس کلگی را توهین کردن، از خودت سرخم استی که یک کسی که فتوای مرگ هزاره ها را داده بود او را مبارز گفتی و او را آدم خوب گفتی و گفتی که ما طرفدارتان هستم. و به شیر جناب جمیل، اینا اینطور مردم هستن. یک شخص است به نام سرشار کابل که به نام سرشار گوز معروف است، اونو شخص گفت که در برچی انتحاری نشده یک انفجار شوه، یک تونست که اینا بمرن که قلب کیف میکنه، یک تونست گفت مرگشان است. از اون مثلا چند وقت تیر نشده بود، امی یک ذره سیاست های تیک تاکی که ما چون از پروگرام های ما خبر داری، یعنی ما مردم یک دفعه متحد میسازیم باز کلا دکلشان میکنیم، باز در اونجا اینمی اشخاص رفتن که در شورای نظار صلح کردن. باز یکی از عالی جنابایی که در پایین است که نام خدا هم فریاد از آرستان کبیر مانده، شخصی که فتوای از این داد گفت که اینا کشتر میشن، او را صدای رای عدالت خواهی گفت و گفت به شیر مادرش سلام. یعنی او شخصی که فتوای مرگ از این مردم میته، او صدای آزادی از اینا، صدای عدالت از ایناست و به شیر مادر از او رحمت نگه. او آدم بعد از این که در مجلس افغانا یک مهمان شیشتگی بود، صدای تا از اندازه بلند نکنی که به احترامی به تمام مجلس میشه. و در این مجلس باز کسای شیشتگیستن که طرفدار یک نظام هستن که بیادر سر خود در قفا دست خود گرفته بود که 42 کشور جمع امریکا و جمع شما به غیرتا جنگیده و ایچی را گرفته، آزادی را گرفته. و سر لوی ملا صاحب صحبت شد، صحبت آخر من زیاد دراز نمی کنم، یک شعر برای لوی ملا صاحب میگم. آزادی ترینوا خیست پنرا، آزادی ترینوا خیست پنرا، اید تور و خور لاند قلندرا، سر را بور تکره ملا محمد مرا. اینی رقم کسا دارن که رای از او را به پیش میبره. بابی تو خونمور هم نداشت، کلش گریختن. تشکر، سلامت باشی ملنگشای نازنین. باور به خدا کنین که هدف ما توهین نیست، هدف ما قوم پرستی نیست، هدف ما این نیست خدای نکرده هزاره از شیعه جدا، از سنی جدا شه او از اون. نه نه، متحد میگم شویم. دشمن اصلی ما بزرگ است، دشمن ما اینمی کسایی است که اینمی فضاها را ایجاد کرده و ما در کلیه که دیگه زدار استیم اینه دینمی مملکت مشیشتیم. من میگم که دشمن ما اینمی مردم های هست که در بین خود اسلام تفرقه انداخته رایسته. باز بعضی گپای کوچکی که میشه باید به خونسردی صحبت شود. اینمی جا آجی صاحب مهدی است، من اینمی جوان دوست دارم، مایک تا باز که آجی جان نازنین. ما چیم کجاست حمید جان؟ کل مجبور موشی سکیم. من هستم، من فقط گپایتون گوش دارم.
علیکم السلام آجی جان. ایرد نمازات بود لالا حمید، ملنگ شاه و جمیل قادری، ملک دره، افغانهایی که در لایف هستن خدا کنه خوب باشن. جمیل جان، برادر عزیز، و ما اگر چند روز پیشه که امی بچگک که من گویا از آرس لایف گرفته بود، ما برش داد گفتم طرفدار امی شخصم نیستم و این شخص نمایندگی از یک قومم کردنم میتونه. اینا اشخاص هستن که دنبال مضمون میگردن و دنبال عزیزتن که چه قسم همی چند شخصی که در گرد و برش هست اینا را مصروف نگاه کنه، گویا ما مدافع هزاره هاستیم، در صورت که اینا چند وقت پیش که از قهرمانای ما شما اسماعیل حیدری که یک تعداد دوستا همراهش همکاری کرده بود، اینمی اشخاص بود که اینمی شخص علی بود که پیسه اونم اسماعیل حیدری را یادم دزدی کرد. اگر ای به فکر قوم می بود، اگر ای آدم به فکر افغانستان می بود، اگر ای آدم واقعا یک ذره شور انسانیت می داشت، اونمو اسماعیل حیدری با ای که از افغانستان هست و قهرمان، بله؟ او کی هست او اسماعیل حیدری؟ اسماعیل حیدری یک از قهرمان های ما شماست که همیشه بیرق سرنگ در امی مسابقات ام‌ام‌ای بلند کرده و یک شخص ام‌ام‌ای کار است. در اینمی اسماعیل حیدری که اینمی علی پیسای اونمو آدم خورده بود و اونمو اسماعیل حیدری چندین بار از ما گله کرد در واتساپ، گفت اینمی علی بسیار لچک آدم است، بسیار انسان لنگر است، پیسای ما را یادم خورده. یک مسئله. مسئله دوم که می خواستم در باره مسئله که شما یاد کردین از صیغه و هزاره ها، ببینین جمیل جان قادری ما دیگر را یک صحبت کنم ماموش نو برو برم در هست گناهش نیست، خیر حال شروع میکنه، صبر داشته باش. در این باره می خواستم یک چیز من بگویم که هزاره ها یک قوم بزرگ است و یک مذهب نیست. اهل تشیع تنها مربوط هزاره های افغانستان نمیشه و ما نمیتونیم اهل تشیع یعنی هزاره بگوییم. هزاره اسماعیلیت داره، هزاره اهل تسنن داره، هزاره شیعه هم داره و یک قوم بزرگ است. و در قسمت ای که شما گفتیم که رهبر شهید یا استاد عبدالعلی مزاری خودش یاد کرده که ما نظامی های ما با مردم بد کردن، ببینین او همیشه صحبت های شنمی بوده که در افغانستان جنگ کار خوب نبود که جنگ شد. جنگ بالای مردم ما اگر تحمیل شد و طرف ما همه گیره میفهمه که مسعود بوده در جنگ های داخلی. اولین بارم که ما جنگ کردیم و هیچ هزاره با شعور و فهم نمیگه که ما کار خوب کردیم. خونریزی کار خوب نیست و ما از خونریزی دفاع نمیکنیم، ولیکن در یک مقطع زمان که ما برسیم که مجبور شویم که ما واقعا از مردم خود و به دفاع از حق و حقوق مردم خود استاد شویم، بله بد کرده، من نمیگم خوب کرده. اگر مسعود آدم کشته، آدم کشته شده، در مقابلش از ما کشته و این اشتباهی بوده که تمام رهبرای در گذشته بودن اینا هم این اشتباه را حاجی صاحب همی غیرت همی مزایل رام نداشتن که میگه پا دقل بزنن و نه طرفداران شمال داره. نه ببینین این که ما بیاییم بگوییم بد نکرده و کلش کار خوب کرده، ببینین من نمیگم، من یک کسیستم رهبر شهید بسیار دوست دارم، ولیکن ما هیچ وقت گفته نمیتونم که در افغانستان خون ناحق ریخته نشده. خون ریخته شده برادرم و این کار اشتباه بوده، از هر جانب بوده. ما سر مردم اگر مسعود انسانم کشته، ما سر مردم گل پاش ندادیم و در این ما افتخار میکنم. ما شخص خودم کشتی میکشم، حق و حقوق منمو و دانمون نظام دکتر صاحب نجیب وقتی که حق و حقوق ما دادم میشد، وقت ما جنگ نکردم، امروز که تو آمدی و حق و حقوق مردم ما رو مد نظر نگرفتی یا زور گفتی، اگر ما در اون مقطع آمدیم جنگ کردیم، هیچ وقت نمیگم ما انسان نکشتیم.
صحبت های عزیز رویش شما گوش کنین. میگم مزاری آمد بر انسان هزاره آدم کشتن یاد داد. به چی معنی؟ به این معنی که برادرم تو نمیشه همیشه به یک قران فروخته شوی، به عنوان غلام فروخته شوی در کشورهای بیگانه. تو نمیشه که زیر بار ظلم همیشه مظلوم موقع شوی. اگر کشت بکش، اگر کشت بکش. در اینمی مملکت امروز ببینید نظام امارت اسلامی اومده، کدام هزاره با منطقه دیدین شما که اسقاط شده باشه و برابر این نظام فتوای جهاد داده باشه؟ نداده، جنگم نکرده. اما قسم همیشه مردم ما حامی هر نظامی که در افغانستان بودن، ما حامی اونم نظام اکثریت هزاره ها. یکی یک تعداد نوکرها در بین مرد هر قوم است و بسش شداست. بنان جنگای داخلی از دیدگاه ما هیچ کسی گل نپاشیده، به شمول رهبر شهید استاد عبدالعلی مزار. همگی اینا جنگ کردن و قربانی مردم غریب کابل شده. از هر اقوامی که بوده قربانی اونم مردم شده و در این اینجا در این خون هر کسی که یک مرمی هم شلی کرده باشه در این خون و در این قتل شریک است. بنام هر لوچگو، هر لندغری که از آدرس می هزاره یا از آدرس هزاران انسان هزاره میه در صفحات اجتماعی برای شما یا به اقوام افغانستان توهین میکنه، اونا نمایندگی از هزاره های افغانستان کرده نمیتونه. اونا یک شخص است. ما شخص خودم من حیث یک انسان اگر جمیل قادری را دوست دارم، اگر ای که ما در کابول هم دوران که یک توته شد ما ویدیو موندم و از همونجا ما گفتم که جمیل قادری را ما دوست دارم، من نمیتونم نماینده هزاره ها باشم. من یک شخص است. من از کارکرداش و از اینمی که من بخاطر مردم مملکت و وطن خود من صدا بلند میکنم، من حیث یک جوان ما دوستش دارم. ای که هزاره ها به چی دیدگاه و چی برداشت از جمیل قادری میکنه، این مربوط من نمیشه. و من نمیگم که جمیل جان قادری من و ماینده هزاره هاست. من یک شخص هستم. اگر این امی نظام امارت اسلامی را دوست دارم، اونا مقصوم اگر من جمیل قادری یا همشای عبدالی و ملنگشاه را دوست دارم، این مربوط من یا جمعی میشه. دیگه وقتتان از یاد نمیرم. موفق باشی، سربلند باشی. همیشه صدای درسا بود. ما دعاگوی تست. بخیر سلامت باشی. دیدار بخیر از در افغانستان. ما بارها شعارم است. فرق بین اینمی لحظه که اگر ما مثال بتیم. آجی صاحب مهدی، ملنگ شاه، حمید جان، خودم و دیگر برادرهایی که وطن دوست است و در پایان هستن و صدای ما را میشنون، هیچ وجود نداره. هیچ خدا نزنین در زیر نام قومیت، در زیر نام مذهب، در زیر نام طالب. من بارها با زبان خود میگم برادر من نیستم طالب. کور بودی، کر بودی، چه بلا بودی، من بودم میگفتم نسل از یارا باید از بین ببری، باز من طالب شدم. ای کاش که من می بودم طالب که یا شهید یا غازی. ای کاش که غازی ها چی یک لذت میبرن. نبودم. اینمی مردم ما راجی صاحب زدن که الان امید طالب، امید طالب، خود طالب، امید طالب میخواستن یک کار کنن، هیچ کاری هم کردن نمیتونن. خودشان ناق ما را اوچ کردن. به خدا نکتاییگه که خودم میزدم 3 ساعت جا میشتم مویای خدا و چربک و گلک بو و بلا و دسمال سر جیب جور کو که برای مردم منظم از داخل گپ بزنی. از داخل استودیو گپ میزدم میگفت تو غیرت داری تو یک دفعه بیرو برای. در اوجه خواه هر کس گپ میزنه. حالا که بیرو برآمدیم میگه که فلان. حالا ایران ماندیم چی کنیم؟ حق میگم ما اگر یک دفعه اگر تعصب کرده باشم یا در وجودم باشه، انسانهای مومن میفهمن. بارها گفته ماجی صاحب از وقتی که خداوند ما را هدایت کرد، فکر ما یک ذره باز شد، دوستای خدا فهمیدیم و دشمنای خدا فهمیدیم، فقط رضای الله مد نظرم است. نه از آجی مدی، نه از ازاره، نه از پشتون، نه از امیر المومنین مولای صاحب عبت الله اخونزاده حفظه الله. اینی مردم نمیشنوه. آل خودت یک نظر دادی، خودمو وقت بهترین کار گفته خودت شاید بوده باشه، تو او را بکش و او را بکش. خب نمیشه که بیای فقط یک طرف کشتن باشی. خب منطق ما میره میگه. اما آل افکار جوان ها چی شده؟ حکومت ما چی میگه؟ سر بالا کردی در تقدیر تو هم میزنم، تو هم سر بالا کردی در تقدیر تو هم میزنم. اینجا حکومت است، افغانستان است. یکی دیگه نمیتونی نه مزاری شوی، یکی دیگه نمیتونی نه مسعود شوی، یکی نمیتونی گلبودین شوی، یکی نمیتونی سیاف و محقق و خلیلی و کرزی و غنی و فلان و بسمدان شوی. حکومت است،
زندگی میکنیم به خیر حاجی مهدی، صحیح است که ما و شما در این مشکلات زنه، اما اولادهای ما به خیر باز در زیر این حکومت که به خیر تربیه شون و بزرگ شون. کلگی برادر، کسی را در اوج شیعه گفته امید جان عبدالی اگر ازاره گفته توهین کنه، خب دیگه او بدترین و پسترین و بیغیرتترین پشتون و طالب و حکومت بوده باشه که او را بگه خوب کردی، خکره، خب بیغیرت است، یعنی شعارم است. و همچنان میگم پسترین و بیغیرتترین انسان ها در این تیک تاک باشه، هر جای باشه که اگر بگه پشتون فلان، تاجک فلان، اینی فلان، به خدا قسم که الله متعال از قلبای ما آگاز آجی سای و دیگر بیننده که فقط به خاطر نمی وطن خود در بدر شده، ما برادر به مادر ما شدیم، به پدر ما شدیم، در توی برادر ما نبودیم، در فوت کاکا ما نبودیم، در عروسی خاله ما نبودیم، در عروسی ماما ما نبودیم، هیچ مولی خشک اینمی جدین اروپا فقط بگی اروپا را چه کنیم در بتیم. اینجا یک تعداده که هر کاری کنی برادر، از دینت بگردی، سر تلوچ کنی، پای تلوچ کنی، با والله قسم که میدید که میموید سیاز امی کلیت کلی آسیایی هست، اروپایی نمیشی. نه برادر خود خراب کنین و نه هیچ فایده، اونمو وطن ماست. پس کوشش کنین قبل ازی که خراب شوین بیاین که اونموش جور بیاییم، ازاره پشتون در آغوش بگیره، پشتون تاجک بگیره، تاجک ایماق بگیره، ازبک، ترکمن، ترکمن فلان، پشه ای کلگی ما اونمونجا برادر جور بیاییم. ما بر دشمن خود فعلا آجی میگم تو مادر من را دوزدی، مادرت به مسابقه و به جای مادرم بوده باشه، دشمن چی؟ شکست. خود تو بودی دمون لایف چی میگفت مرا؟ همه برادرها یک 20 نفر شریک کردی لایف، تا همینجا یک لایف برگزار میشد یک موضوع خصوصا ما بوده باشه میگه باز کلگی روان میکنه. جمیل جان معذرت میخوایم، مگم بیبی که گوش کو که چی میگه، در حقیقت او تعداد انسان ها رو شک داره که نشه که می جمیل کدام گپ زده باشه. بارها میگم ویدیو به خدا قسم انسانی هستم که اشتباه انسان میکنه، فرشته نیستم. خیره که کالاهای که سفید پوشیدم خود اگر نداریم، اگر شاید امید تکراری نپوشیم، فرشته نیستم، اشتباه شاید بکنم، اشتباه کردم، آمدی ثابت ساختی که برادر ایمی رهبر ما، به این مبنا تو دو زدی، میره اینقدر دوست دارم. جمیل جان نازنین، در حالی که در اروپا هستی تو میتونی که حتی می رئیس جمهور از یارا بلگانی، مگم خیر یک کم کوشش کو برادری خراب میشه، هموطنی خراب میشه. من میگم چشم برادر چی اگه بزن، اما تو که توهین کنی، تو که خراب کنی، با پس بیای مرا زیر سوال ببری، خب ویدیو ثبت کن نشان بده. باز یک ویدیو که آورده که والا هر کسی که اگر طرف از طرفدار مزاری بود، طرفدار محقق بود و یا طرفدار فاطمیون بود، نسل صیغه است. بله حالا میگم نسل صیغه را خب ملای مولوی های ایران میگن که نسل پاک است. اینال یک نفر بیا بگه برادر اون نسل صیغه را او پاک گفته، مواد خود خورده، در حقیقت او خدای نکرده فلانی است. باز ما میگم خود سعی سزی بباد نمیگم، اما هم نسل سیغه را میگن پاک قبول کو، هم باز برای ما نگو. مرا میگن جهاد نکاح خو گفتن میگی، در طالب میگی، در کسی میگی، اونا اگر کسی که جهاد نکاح شده بود خوش شده، که نشده بود نشده. مرا چه غرض؟ بفرمایین برادرم. تشکر جمیل.